بیننده های نهایت اک گرامی، السلام علیکم، امید که از گذند روزگار در امان باشید. یکی از بهترین کتاب ها به نام آرت آف وار مرور میکنم که فارسیش میشه هنر جنگ یا هنر رزمندگی. جنرال به نام سنزو از چین در قرن تقریبا در قرن پنجم قبل از میلاد رو نشته کرده و گزینه ای را انتخاب کرده همیش که نباید جنگ باشه، فوکسش بیشتر طرف طبقه بندی است و تاخیر در جنگ است، استفاده از جاسوس ها است و گزینه های دیگر را کوشش میکرد انتخاب کنه. ناگفته نمونه که بهترین نویسنده های زمان خود بوده و فیلسوف زمان خود بوده و فعلا تمام فیلسوف ها، استراتیجست ها و تاجرایی که میخوان بسیار کار خوب کنن، استراتیجی، واژه استراتیجی هم که آمده به کار برده شده، ولی این زمان سنزو بوده که استراتیجست بوده، زمان استراتیجی به کار برده. و این پنج عناصر یا پنج عنصر در این کتاب درج کرده که چپتر اولش من به خوانش میگیرم براتون و اهدافش، اگر بعد جا نگاه بزنم که اولش اهداف است که هدف که داشته باشی در وقت جنگ، دومش است اطراف که در اطرافت مهمتر باشه، پس به خوانش میگیریم، و وضعیت است و رهبری است، پنجمش هنر است. زمانی که میگم هدف، یعنی هدف ما باید وطن پرستی باشه در قدم اول. اگر ما وطن پرست نباشیم دچار بدبختی میشیم، هیچ وقت با پیروز نمیشیم. امروز ما مشکلات در افغانستان داریم که به خاطر اکثریت مردم می جنگه، وطن پرست خودنشان می ده و منافع شخصیشان بیشتر از وطن پرستیشان است. ای باعث بشه که ما پیروز نشیم، در وطن خود جنگ سراسر داشته باشیم. و روحیه تیم یا روحیه عساکر باید ما یا یک جنرال مهم باید روحیه بده نفرهای خود، ایمانشان قوی بسازه و ارزش های مشترک داشته باشند. زمانی که عسکر نظامی همراه جنرال یک هدف می داشته باشند، یک ارزش می داشته باشند، می توانند مقاومت کنند، می توانند فتح کنند همه جای را. و دومش چی است؟ هدف از اطراف. اطراف یعنی سرباز شجاع داشته باشی و زمان بفهمی کدام زمان تو میمونی عمله بکنی، فصل بفهمی که در یک سال چهار فصل است، فصل جنگ است یا نیست. هر کشور از خود یک فصل جنگ داره. اگر زمستان است میتونی بجنگی و تابستان است میتونی بجنگی، یه جنرال تصمیم میگیره، استراتژی های خود استفاده میکنه و روز شب اگر شب بهتر میتونی در کمین باشی یا روز میتونی بجنگی، تمام از یاش تفصیلات بسیار زیاد داره، خود را باز میتونیم بعدن بگویم. و دو سیومش چی است؟ که وضعیت است. وضعیت عبارت از فاصله از تا حریف است. اگر ما میخواهیم که بجنگیم، فاصله ما چقدر به جبهه دشمن است؟ آیا ما میتونیم موفق شویم؟ راه زمینی میتونیم بریم؟ راه هوایی بریم؟ امکانات داریم نداریم؟ تیاره و توپ داریم؟ اسلحه داریم؟ موتر داریم؟ آیا در راه مسیری که میریم پل پلچک است نیست؟ امکانات رفتن است نیست؟ کوه است؟ دره است؟ کوهستانی است؟ این یا را مد نظر باید بگیری. و چهارمش چی است؟ که رهبر است. اگر یک رهبر یا یک جنرال شجاع، بسیار باهوش باید باشه. زمانی که باهوش بود اعتبار مردم را کسب میکنه. زمانی که اعتبار داشتی، شفقت داشتی، شجاعت داشتی و انضباط درست داشتی، میتونی یک جنرال باشی. کسی که امروز در نظام است، اگر وزیر داخله است، وزیر دفاع است یا ریاست امنیت است، هر کسی که در نظام است، نظام اگر یا رهبر یا او جنرال یا او وزیر یا او رئیس اگر باهوش نبود، اگر اعتبار نداشت در بین جامعه، اگر شفقت نداشت امرای عساکر خود و شجاعت از خود نشان نداد، خودش در دفتر خود شد امر کرد که برید در جبهه جنگ، او شجاعت نیست، انضباط درست نیست، جبهه زود سقوط میکند. جبهه باید همیشه رهبرشان میتونه بره بجنگ امرایشان. اگر ما به سیرت نبی مراجعه بکنیم، در تمام جنگا خود حضرت محمد مصطفی اولین نفر قماندان یا فرمانده جنگ بوده. خودش استراتژی میداد، پلان میگرفت، اردو میزد در هر جای جنگا، امر میکرد که چه وقت در کدام زمان شروع شود. و آخریش چی است؟ پنجمش، یعنی عنصر پنجم است، هنر است. بدبختانه در کشور ما چی است؟ که ما یاد داریم خوبتر بجنگیم. اگر ما
در روسیه رفتیم که جنگ یاد بگیریم، یا در بی 16 خود وطن ماست، یا اگر امریکایی بر ما یاد میده، تمام کشورهای یا انگلیس است، هر کسی که از بر ما یاد میده ما چه رقم بجنگیم، چه رقم برادر خود از بین ببریم، اونجا خودگاه کسک نیست. هر دو جبه اگر طالب است، اگر مجاهدین است، اگر ای کمونستا است، یا هر کسی که است، کلشان از امو خاک است، از امو وطن است. پس بر ما یاد میتن ما چه رقم بجنگیم، چه رقم یکی دیگه خود برادرای خود از بین ببریم بکشیم. و هنر از چی است؟ که باید توانایی داشته باشی، درک و اجرایی داشته باشی، درک اجرایی و مفهوم استراتژی را بفهمی، یک استراتژی قوی را اپلای کنی که در کدام زمان در از مدت باشه، یا استراتژی کوتاه مدت باشه، چه قسم ما از استفاده نیک بکنیم. دیگر تمام شرایطی که فعلا ما در وطن داریم، تمام بدبختی هایی که بداریم، ما هنر و فنش نمیفهمیم. اگر در بی 16 رفتیم، باز تکرار میکنم، بر ما یاد دادن چه قسم بجنگیم، آپریشن یا عملیات شه بر ما یاد دادن. زمانی که ما هنر جنگ نفهمیم، استراتژی جنگ نفهمیم، در نظام ما درست کار نمیتونیم، ما پیروز نبشیم. یک مثال دیگه براتون بتم، جنگ هتلر، جنگ جهانی دوم، و از انگلستان وینستون چرچل که پرایم منسترشان بود یا نخست وزیرشان بود. جرمنی بسیار امکانات تکنولوژی داشت، امکانات مواد داشت که بتانه توپ و تیاره داشت، هر امکاناتی داشت که تمام شروعش از پولند شد تمام جا بگیره. مگر انگلستان موفق شد، پیروز شد. چرا؟ به خاطر که انگلیس استراتژی بسیار قوی داشت. وینستون چرچل بسیار یک پرایم منستر، بسیار یک قماندان جنگ، فرمانده جنگ بود. به خاطر استراتژی، امروز که انگلیس پاچایی میکنه یا کم فرمایی میکنه در تمام دنیا، به خاطر که استراتژی قوی دارن، هنر رزمندگی را بلد هستند، سیاست را بلد هستند. به این خاطر دیگه پیشرفت کردن و ما پس رفت، همیشه یکی دیگه خود از بین میبریم، نمیتونیم پیروز شویم. دیگه نظامیتان نمیشه، ملقه منده، جنرال صاحبای محترم، کسایی که در نظام هستند، وزیر هستند، وکیل هستند، کسایی که در نظام میتونن از این کتاب استفاده کنن، کوشش کنن که هنر جنگ بیاز آموزش بتن به کسایی که در نظام هستند و بتونن سطح دانش مردم بالا ببرن تا بتونیم ما وطن خوب داشته باشیم. السلام علیکم و رحمت الله.